آیا اتریوم مقاومت 3500 دلاری فعلی خودش رو میزنه؟ آیا میتونه سقف تاریخی خودش رو رد کنه و تثبیت بزنه یا تا نقطه حمایت قبلی خودش که 1700 دلاره برمیگرده؟ آیا تا آخر سال میلادی به 10000 دلار میرسه؟ اینا سوالاتیه که اکثر فعالین تو این بازار دنبال جواباشن. 369ی عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به پیشبینی قیمت اتریوم بپردازیم، پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشین. لطفا ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. دلایل رشد اخیر. یکی از مشکلات بزرگ اتریوم بحث گسفی و کارمزدهای انتقال اونه که با توجه به حجم تراکنش ها کم و زیاد میشه. برای رفع این مشکل هارد فورک لندن راه اندازی شد. این آپدیت با هدف سوزاندن کارمزدهای پایه ماینرهای اتریوم راه اندازی شد. این آپدیت بخشی از فرایند انتقال اتریوم به نسخه دوم خودش یا تبدیل اثبات کار به اثبات سهامه. همکنون به ارزش بیش از 400 میلیون دلار اتر در بروزرسانی جدید شبکه سوزانده شده که طی این فرایند هزینه تراکنش ها به جای واگذاری به ماینرها از بین میرن. تا روز یک شنبه 124865 اتر توسط بلاکچین اتریوم از گردش خارج شده. به روزرسانی 1559 سود استخراج اتریوم یک رو برای ماینرها بسیار کم میکنه، چون هزینه ها به جای پرداخت به ماینرهایی که تراکنش ها رو تایید میکنن میسوزن. اتریوم دو ماینرها رو به طور کامل از بین میبره و اونها رو با اعتبار سنجان یا ولیدیتورهای اثبات سهام جایگزین میکنه. انتظار میره بلاکچین اتریوم تا پایان سال یا اوایل سال آینده به مکانیزم اثبات سهام تبدیل بشه. لوکاس اوتومورو، سرپرست تحقیقهای شرکت اینتو د بلاک، گفته که نرخ تورم سالیانه اتریوم برای اولین بار در این هفته کمتر از تورم بیت کوین شد. بر اساس این تحقیق خالص نرخ تورم سالیانه اتر با ثبت عدد 1.11 به زیر این نرخ برای بیت کوین که 1.75 بود رسید. این عامل میتونه اتریوم رو به یک دارایی با قابلیت حفظ ارزش پولی و جلوگیری از کم شدن قدرت خرید سرمایه‌گذاران تبدیل کنه. بر طبق این تحقیق، هجوم کاربران به حوزه NFT یکی از عوامل این کاهش نرخه. استفاده بیشتر از شبکه اتریوم به معنی کارمزد بیشتر برای تراکنش ها و متعاقباً توکنسوزی بیشتر اتر از محل این تراکنش هاست. توکنسوزی یک مکانیسم تعریف شده برای بلاکچین هاست که برای جلوگیری از تورمی شدن یک رمز ارز به کار میره. کیفیت و نوع مکانیسم های تعریف شده برای توکن سوزی به منظور کاهش نرخ تورم توکن از عوامل مهم شناسایی پروژه های با پتانسیل بالا به شمار میره. تحلیل قیمت اتریوم. پیرامون خبر راه اندازی هارد فورک لندن، اتریوم از کف قبلی خودش یعنی 1700 دلار بلند شد و با توجه به حال و هوای کلان و فاندامنتال بازار کریپتو با رشدی 100% الان در محدوده 3400 دلاری در حال نوسانه و این اتفاق در عرض 40 روز افتاد.
اتریوم با توجه به توکن سوزی آپدیت جدیدش و خاصیت تورم زدایی احتمال رشدهای بیشتری تا آخر سال رو میتونه داشته باشه و کارشناسا پیش بینی میکنن تا آخر سال میلادی $10,000 رو ببینه. اما همه اینها بستگی به اخبار فاندامنتال و کلان حاکم به دنیای کریپتو داره. اگه با جزئیات بخوایم بررسی کنیم، اتریوم بعد از یک روند صعودی خوب در ماه گذشته در یک روند خونسا قرار گرفته و در محدوده $3,400 در حال نوسانه. باید دید میتونه ناحیه مقاومتی $3,500 رو لمس کنه و بالای اون تثبیت بزنه. با توجه به اوضاع بازار و ضعیف شدن فشار خرید اتریوم به نسبت ماه قبل، احتمال رد کردن مقاومت $3,500 در این برهه زمانی بعید به نظر میرسه و احتمال ریزش جزئی تا نقاط حمایتی قبلی خودش رو داره. مهمترین حمایت در صورت ریزش اتریوم ناحیه $3,200 میتونه باشه که در صورت ریزش و تثبیت شدن زیر اون حمایت میتونه تا $2,900 ریزش داشته باشه. البته اینها همه بستگی به کندل ها داره که باید بررسی کنیم این روند خونسا رو به کدوم سمت میشکنن و باعث ریزش یا افزایش قیمت در کوتاه مدت خواهند شد. از زاویه دیگه برخی کارشناسا معتقدن اگر هارد فورک لندن به خوبی کار نکنه و نتونه هزینه گسفی رو به اندازه کافی پایین بیاره، پروژه های رقیب از جمله کاردانو، بایننس اسمارت چین و سولانا با توجه به هزینه پایین تر و ویژگی های منحصر به فردشون میتونن جایگزین خوبی برای اتریوم باشن، همونطور که تو این چند وقت طرفدارای زیادی پیدا کردن. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید که پیشبینی شما از قیمت اتریوم تا پایان سال میلادی 2021 چقدره و آیا اینکه اتریوم میتونه به حجم بازار بیت کوین برسه یا جای خودش رو به پروژه های دیگه میده. در آخر فراموش نکنید به کانالمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیو جذاب دیگه، خدا نگهدار.